بنام خداوند یک تا سلام و شب شما خوش. به برنامه 45 دقیقه با دانشگاهیان با من محمد شاه بیبی خوش آمدید. مواد مخدر مهمترین منبع تمویل کننده جنگ افغانستان. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در آغاز هفته بسیج ملی برای مبارزه علیه مواد مخدر گفت مواد مخدر جنگ تحمیلی و تروریسم را در افغانستان تمویل و سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت شده است. تضعیف اقتصاد مشروع و حکومتداری که همواره از ریاست جمهوری و ریاست اجرایی که گفته میشه حکومتداری خوب سرلح و کارهایشون قرار داده، اما از دید سرور دانش مواد مخدر پدیده است که اینها را خدشه‌دار ساخته است. و در این نشست ارقام بالا و بلندی از آمار کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و شمار متعددی ارائه شد که این آمار نسبت به سالهای دیگر گفته میشه که کاهش نشان میده، اما آماری است که تکان دهنده. در برنامه امشب روی همین موضوعات با مهمانان گرامی خود هر یک سید جمال خورشید روزنامه‌نگار و نور احمد بشیر آگاهی امور سیاسی بس میگیریم. مهمانان گرامی برنامه خوش آمدید. آقای بشر، البته با معذرت، آقای بشر با شما آغاز میکنیم. کمپاین یک هفته ای که برای مبارزه علیه مواد مخدر در کابل برگزار شده، فکر میکنین موثر واقع شد؟ تشکر. سلام و ادب خدمت شما مهمان حاضر در برنامه بیننده های تلویزیون. به این بحث باز هم از آغاز شکلگیری حکومت وحدت ملی آغاز بکنم که موضوع را مسلسل بحث بکنیم. انتظار داشتم که حکومت وحدت ملی بر اساس وعده و وعیدی که مردم افغانستان داشتن یک سری اصلاحات را در تشکیلات و ساختارهای دولت افغانستان و مخصوصا حکومت وحدت ملی یا در قوه مجریه بیارن، اما این انتظارات مثل سایر انتظارات هم باز برآورده نشد و حکومت همچنان با کار و فعالیتش به دوام حکومت قبلی پیش رفتن. او وعده ای که وعده ای را که میخوایم سر از او بحث بکنیم، اصلاحات ساختاری را که رئیس جمهور غنی در زمان کمپاین ها و مبارزات انتخاباتش گفته بود، یکی از اویی بود که ما یک سری ساختارهای موازی که در درون حکومت افغانستان وجود داره او را از بین میبریم تا بتوانیم کارهای خود را به صورت درست و پیش بریم. مثلا در امر مبارزه با مواد مخدر در چوکات حکومت افغانستان دو تشکیل خیلی بزرگ کار میکنه، اما به جایی از اینکه بتونن اینها چالش را از بین ببرن، خودشان چالش می افزاین در حقیقت. یعنی دو تشکیل عینی وظیفه را دارن و فکر میکنم یکیش انتظار از این را داره که معینیت مبارزه با مواد مخدر در وزارت امور داخله و وزارت مبارزه با مواد مخدر. حالا ما به عنوان یک جوان بیشتر نمیدانم که کار مبارزه با فساد اداری برمیگرده به وزارت مبارزه با مواد مخدر یا تشکیلی که در چوکات وزارت مواد مخدر وزارت امور داخله وجود داره. انتظار ما این بود از حکومت که وزارت مواد مخدر مبارزه با مواد مخدر یا از بین ببره یا همین تشکیلی که در وزارت مواد مخدر وجود داره. تورم تشکیلاتی باعث از این شده که حکومت افغانستان نتونه مبارزه علیه مواد مخدر. دقیقاً. حالی به این که در درون حکومت چه میگذره، جنرال دوستم از آغاز ایجاد حکومت وحدت ملی از تقسیماتی که در درون حکومت جریان داره ناراض است. وزارت مواد مخدر هم در همه تشکیلات سهم جنرال صاحب دوستم قرار گرفته که جنرال صاحب باید یک کسی را در این پست معرفی میکرد تا من حیث وزیر میامد به کار خود آغاز میکرد. خانومی که در رأس وزارت است یک استاد دانشگاه در حد یک استاد بوده، نه کدام کار اداری را بلد است، نه تجربه سابقه اداری داره که حداقل بتونه باز هم از عهده همین کارش بره. و چندی قبل در یکی از روزنامه های مهم افغانستان مخاطب که حالا هم بحث جریان داره به این که آیا وزارت مبارزه با مواد مخدر از تشکیل حکومت برداشته شود یا کارش را دوام بده و بتونه یک اندازه در درون خودش اصلاحات را بیاره، قوی تر به کار و فعالیتش ادامه بده.
حالا حکومت فقط تنها برای اینکه اگر وزارت منحل بسازه شاید بتونه که در کل مفید واقع شه و باور معمی همیست که معاینت مبارزه مواد مخدر وزارت امور داخله میتونه به جدیت کار خود آغاز بکنه. بعضی تداوی معتادین مواد مخدر را میتونه که وزارت صحت عامه وظایفش است که پیش بره. ملی برای مبارزه علیه مواد مخدر که دیروز برگزار شد و یک هفته دوام میکنه، فکر میکنیم برنامه های دهی ساخته شود که مفید واقع شود در امر مبارزه علیه مواد مخدر؟ ببینیم همین حرف خود تمام بکنم. حالا حکومت یک مصلحتی را داره. مصلحت حکومت است که ما در او روزنامه که پیشتر یاد کردم دقیقا نمیتونم که روزنامه هشت صبح بود یا ماندگار، بحث را به تفصیل نوشته بودند که حکومت گاه گاهی در ارگ ریاست جمهوری بحثایی را دارند که وزارت مواد مخدر از بین منحل بسازن، یک تشکیلی در چوکات شورای امنیت در درون ارگ ریاست جمهوری بسازن برای اینکه این مفید واقع نشده. پوری خیلی هنگفته که در وزارت مواد مخدر این را میبرن فقط صرف پیشبرد یک سری پروژه های انکشافی میکنن، چیز دیگه ای را ما از وزارت مواد مخدر تا حال ندیدیم. یک پس باز حکومت در اینجا مصلحت را میبینه که اگر این تشکیل از بین ببره جنرال دستم همین رضایتش بیشتر میشه. حالا کاری ریشه‌ای با صورت نمیگیره دیگه. وقتی دو تشکیل همزمان وجود داشته باشه، یک وظیفه را اینا با پیش ببره، مسئولیت ها و مکلفیتشان یکی بوده باشه، اینا در درونشان باز در کار هم دیگر اینا مداخله میکنن. بازم پلیسی مبارزه علیه مواد مخدری است که ما یک وزارت پلیس ساز هستیم، نه وزارتی که پلیسی را اجرا کنیم، بلکه پلیسی را که ما میسازیم معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله را اجرا میکنه. پس که وقتی که پلیسی را شما میسازین یا او باز اونا دیگه تحت امر شما و فوارسی شما نیستن که شما به اونا خوراک بتین اونا کارشان پیش برن. اونا یک تشکیل خیلی بزرگ را خودشان ادارات تحت نام واحدهای در درونش به نام پالیسی و پلان و اینچنین دارن، اونا خودشان باید این مسئولیت را بگیرن و مسئولیت را داشته باشن. وزارت مبارزه و مواد مخدر که نام کلان بحث اصلی و مسئولیت اصلی با می تشکیلی را که اینا دارن بس اصلی با اینا باید بر بگردن، ولی نه متاسفانه ما فکر میکنم که اگر شما باید داشته باشین حکومت در اول وزارت را آورد یک وزیر در وزارت معرفی کرد، اما تشکیلات پایینی که در سطح معینا و رؤسا بود که از حکومت قبلی مانده بودن اینا را بر کنار کرد، اما انتظار از این را داشتن یک مدت خیلی زیاد این اداره در رأسش کسی دیگه جز وزیر نبود و سطح رهبری از این در یک خلای رهبری به سر می برد برای اینکه معینای در وزارت نبود. انتظار از این را می کشیدن که ارگ ریاست جمهوری تصمیم خود را بگیره که آیا ما می مانیم به همین تشکیلات ما با همین صلاحیت و وظیفه و مسئولیت ما یا ای که ما منحل می شیم. حالا هم من فکر میکنم که وزیری مواد مخدر و معینای از اینا خودشان در یک تشویشی در یک سردرگمی به سر میبرن. اینا در زدوبندایی که در درون ارگ و حکومت دارن با ریاست اجرایه و با تیم ریاست جمهوری در صدد ازی هستن که بتوانن این تشکیلات را حفظ بکنن تا خودشان منحیس وزیر و معین باقی بمانند، بیشتر از اینکه اینا متوجه بوده باشن به کار و مسئولیت اساسی که به این وزارت برمیگردن. اما به سوال اصلی و اساسی شما، بحث را به دلیل از اینجا آغاز کردم که ما میگیم اگر بخوایم کار را اساسی و درست و مسلکی و پیش ببریم باید حداقل ریشه ها را و بنیاد ها را ما درست باید بگذاریم. ما دقیقاً از این برنامه‌ای که برای انداخته شده، یعنی برنامه را درست تعقیب نکردم، ولی به جواب سوال شما میگم که اگر همچون یک ساختارهای موازی در درون حکومت مثل از این سایر بخشای دیگه هم که ما داریم، مثلا ما در آغاز تشکیل چند اداره در افغانستان از همون آغاز تا به امروز یک دیدگاه دارم که بارها ای را هم یاد کردم که موجودیتشان در افغانستان جز چالش افزودن چالش و یا انکشاف دادن همون چالش بیشتر برای حلش اونا مؤثر نبودن یا رای حل را برازو پیدا نکردن. مثلا تشکیل شورای عالی صلح با پولی را که مصرف میکنه شاید 50% مؤثر واقع نشده باشه. مثلا وزارت بزرگ دیگری که خارجی ها در سال 83 نمیدونم در 86 تاسیس کردن، وزارت امور زنان را بیشتر برای از اینکه مشکل را حل کرده باشه در افغانستان، بیشتر این مشکل را مشکل در یعنی
در مقابل زنا یا در برابر یک قشر بزرگ در افغانستان بیشتر چالش ها را حل کردند. تشکر. و اینا نتونستن که مشکل خانم ها را در افغانستان حل بکنن، همچنان وزارت مبارزه با مواد مخدر در پهلوی معینت مبارزه با مواد مخدر. حالا اگر حکومت میخواهد که در همین کمپاینش مؤثر واقع شود، اول امی ریفرم را انجام میدادن که تشکیلاتشان را، ساختارهایشان را سرش بررسی میکردن، فکر میکردن، یا ایدی دو نیرو را یک جا میساختن یا ایره یکشمون حل میکردن. همون برنامه ای را که در درون ارگ انگیزه هایی را که در درون ارگ اینا دارن که آی بیا در چوکات شورای امنیت در درون ارگ یک اداره خرد را بر از اینا در نظر بگیرن، تشکیلات خرد را، یا ای که معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی که یک تشکیل نظامی است که یعنی یک مسئولیت خیلی بزرگ هم با اونا برمیگرده که در امر مبارزه با مواد مخدر در نبود یک تشکیل بزرگ نظامی و یک نیروی نظامی ما نمیتونیم کارهای مؤثر را انجام بدیم. بنابراین اینا یا بیان یک تشکیل واحد و منسجم را در درون حکومت اینا اول شکل بدن، بعد یک رهبری درست و قوی را، نه با رهبریت با امو مسئولین کنونی که گفتم یک استاد دانشگاه به مسئولیت خدی و بزرگی را در حکومت بگیره، نمیتونه که از اولی از بر بگردن. برای آقای خورشید، کارزار یک هفته ای که تحت نام هفته مبارزه علیه مواد مخدر یا هفته بسیج ملی علیه مبارزه علیه مواد مخدر برگزار شده، فکر میکنین این مؤثر واقع شد و برنامه ای را در این هفته نهادها ارائه کنن که بتوانه در امر مبارزه علیه مواد مخدر مفید واقع شد؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، با کسب اجازه از حضور شما مهمانان عزیز مشترک در پس، همکاران معظم شما، مجموعه بینندگان تماشاگر برنامه شما از طریق شبکه جهانی نورین هستند. خب بحث خوش خیش را با یک مقدمه، با یک نگاه و مروری کوتاه از این پدیده و این فاجعه غیر انسانی و غیر اخلاقی بعد آغاز بکنم که مواد مخدر و پدیده مواد مخدر و مصاب شدن با این پدیده و این فاجعه غیر انسانی امروز با یک معضل کلان ملی و بین المللی در سطح جهان مطرح است. از یک سو، از سوی دیگری در داخل افغانستان اگر بررسی عمومی داشته باشیم، امروز یک بحران کلان روحی برای مردم افغانستان آسیب رسان است. یک چیزی که واقعا تخریب کننده است، یک چیزی که از یک دهه به این طرف ما شاهد دست و پنجه نرم کردن بیشترین از جوانان، شهروندان که چی از خوشی زنان باشد، چی از خوشی مردان باشد، و این پدیده آلوده هستند. از سوی دیگر ما در یک آمار تحقیقی که نشان داده وزارت مواد مخدر که آمار مثلا پیشکش مردم افغانستان نموده، این است که اعلام میکنه که 3 میلیون جوان افغانستان که چی جوان باشه و یا چه غیر جوان باشه امروز مصاب به مواد مخدر است. مثلا سالانه درآمد مواد مخدر در افغانستان به 70 میلیارد دلار میرسد. یک بخش بزرگی از سرمایه ملی امروز مصرف خریداری و مصرف مصاب شدن به مواد مخدر صورت میگیرد که امروز دستگاه اصلی و مدیریت اصلی تولید مواد مخدر و انتقال مواد مخدر از درون افغانستان به کشورهای همسایه و غیره، به کشورهایی که در سطح منطقه هستند و مسئول خدمت هستند، اینا از طرف افغانستان صورت میگیره که امروز افغانستان در سطح دنیا به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر مطرح است. امروز افغانستان یگانه کشوری است که دست و پنجه با مواد مخدر نرم میسازند. ما از یک دهه به این طرف شاهد یک بسیج نبودیم، شاهد دو بسیج نبودیم، بلکه شاهد دنیای از برنامه های آگاهی، دنیای از برنامه های بیداری برای مردم افغانستان از سوی مسئولین و منصوبین و از سوی فعالان مدنی و از سوی شبکه های خبری و تصویری در افغانستان بودیم که این به نوعی می تواند که یک نوع خود آگاهی را برای مردم افغانستان نصیب بسازد. اما در قسمت ریشه‌کن نمودن مواد مخدر و در قسمت امر مبارزه با مواد مخدر، بسیجای یک هفته‌ای، بسیجای دو هفته‌ای، ممکن بسیجای یک سالانه‌ای در قسمت نتیجه بخش نیست، به اینکه این بسیجها نوع انحصارگرایانه است. اگر آقای دانش که به عنوان مثلا معاون دوم ارگ ریاست جمهوری در افغانستان مستر خدمت میکنن و یک جمع بزرگی از ملت افغانستان هم که حامی و پشتیوانه سیاسی و مدنی شهروندی این آقا هستند، وقتی که این آدم برنامه را تحت رهبری و تحت فرماندهی و تحت سازماندهی خودش برگزار میکنه بدون بخبر از اینکه مثلا مسئولین و منصوبین که در قسمت بیشتر نقش دارن در وزارت مبارزه با مواد مخدر در وجود مصرف خدمت هستند، با تایید حرف دوستمون که معینیت مبارزه علیه مواد مخدر در وزارت، در چوکات وزارت داخله مصرف چی هست، وزارت محترم مواد مخدر مصرف چی هست و غیره، شبکه های آگاهی دهی که در قسمت بیداری مردم، در قسمت ریشه کن ساختن این پدیده، تمام این همین نهادهایی را که شما ذکر کردین برگزار شده. وزیر مبارزه علیه مواد مخدر بودن، وزیر زنان حتی بودن و معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله بود. اینها آمدن یک برنامه بسازند در طول یک هفته، برنامه که بتونه افغانستان در امر مبارزه مواد مخدر کمک کنه.
خب چنین برنامه ها و چنین همایش و چنین مثلا مجتمعات و حرکات آگاهی در افغانستان از دو بود یا دارای بالاخره دارای دو پیام و دو نتایج بیش نمی باشد. یکی که به نوعی می خواهند که امو صداقت و تعهد و راستی و امر خدمتگزاری شخصی خودشان را نسبت به مردم افغانستان بشناسند، از سوی دیگری به نوعی می خواهند که بالاخره یک آمارگیری دقیق داشته باشند که چقدر جوان در افغانستان مثلا به مواد مخدر است و ما در مدت ماموریتمون مثلا آرام ننشستیم، بالاخره مسئولیت های ایمانی و وجدانی خودمون در قبال ملت خصوصا در قسمت امن و مبارزه با مواد مخدر که واقعا یک فاجعه کلان ملی امروز به شمار میره در افغانستان تلقی شده و تعریف میشه امروز ما انجام دادیم. ولی کار بنیادی که در قسمت باید صورت بگیره، دوستمون اشاره کردن که وزارت مواد مخدر بدون شک وزارت مواد مخدر باید تشکیلات بسیار کلان امروز فقط یگانه مسئولیتش، یگانه وظایفش و یگانه برنامه های اساسیش که گذشته از اینکه مثلا بحث انسجام و بحث هماهنگی و بحث رهبری در قسمت بالاخره به دوش داره، ولی در تفاهم و در هماهنگی و بالاخره در توافق با معاونت مبارزه علیه مواد مخدر تحت رهبری بالاخره شورای رهبری و تحت رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان باید یک آمارگیری دقیق داشته باشند و پولای هنگفتی که از طرف مؤسسات خارجی، از طرف جامعه بین المللی و از طرف کشورهای همسایه به خاطر از بین بردن این پدیده و به خاطر نابود ساختن و ریشه کن نمودن مواد مخدر در افغانستان همکاری صورت میگیرد، اینا مصروف بالاخره ساخت و ساز بعضی از پروژه های انکشافی هستند که هیچ نوع ثمر بخش و با هم خدمت گذاریشون هیچ نوع بالاخره همخوانی نداشته. اگر پولایی که امروز از طرف مؤسسات خارجی و از طرف جامعه بین المللی برای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در قسمت مبارزه علیه مواد مخدر و یا ریشه‌کن نمودن این پدیده و این فاجعه ملی در افغانستان کمک میشه، اگر 10 یا 15 درصدش در قسمت مصرف بسازن و شفاخانه های بالاخره اینو ایمار بسازن که متادین وقتی که در اونجا میروند بعد از مدت دو ماه یا سه ماه که مراحل یا آمار یا مدت و تداویش وقتی که صورت میگیره این از یک انسان غیر نرمال به یک انسان نرمال تبدیل میشه، همزمان وقتی که از شفاخانه فارغ میشه یا فراغت حاصل میکنه با دنیای از امید و هوس و آرمان که حالا ما بیام در کنار بقیه ملت و شهروندایی که در افغانستان مصرف خدمت هستم، من مصرف خدمت به جامعه هم باشم. دولت در قسمت مکلف است که باید زمینه اشتغال زایی و زمینه کار و زمینه بالاخره همون خدمت پروری را برای مردم افغانستان خصوصا برای ما قشری که مصاب با این پدیده و با این مواد تخریب کننده و تخریش کننده هست بعد مساعد بسازه که ما تولید مواد مخدر در افغانستان و ریشه‌کن نمودن این پدیده را فقط در سه راه می‌بینیم. یکی همی است که باید مردم افغانستان با دولت افغانستان همکار باشه و در هر نقطه از افغانستان که بالاخره یک شهروند دیگه ولو دهقان باشه یا در چوکات یا تشکیلات حکومت باشه یا نباشه به عنوان یک شهروند به عنوان یک فرزند اصیل این مملکت باید احساس مسئولیت بکنه. اگر می‌بینه کسی را که فروشنده مواد مخدر است باید زنگ بزنه به شماره ارتباطی دولت یا پلیس. و موضوع دوم امو برخورد پلیس یا برخورد ارگان‌های نظامی با جدیت با دنیای از هدف در برابر مافیای بیرونی و خارجی هست که وقتی که اینا دزگیر میشن به پنجه قانون سپرده شود، از طرف دیگر باید یک جزای کامل ولی از اینا تعیین شود مطابق قانون جزای افغانستان، مطابق قانون مواد مخدر در افغانستان، مطابق قانون اساسی کسی که مثلا تخلف کار است، کسی که مثلا به خاطر از بین بردن ملت، به خاطر مثلا برهم زدن ملت در افغانستان کار میکنه باید یک جزای کامل تعیین شود و وقتی که اینا دزگیر شدن به پنجه قانون سپرده میشن روانه زندان هستن باید همون جزاشون براشون تعیین شود. اما نکته باید اشاره بکنم که روز سالانه 3000 افراد و اشخاص به جرمی از اینکه مافیای اصلی و درونی بیرونی در قسمت تولید مواد مخدر و در قسمت انتقال مواد مخدر چی در افغانستان و چی در بیرون افغانستان دستگیر میشن، اما شما شاهدی کدام از اینا بودن که به جزای اعمال رسانده باشن؟ از یک سو روانه زندان میشن، از سوی دیگه با دنیای از پول و واسطه و وساطت اینا رها میشن. سپاس آقای بشار.